دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به بخش پرطرفدار گفتگو با خانم دکتر شهلا ممتاز، روانشناس، محقق و پژوهشگر تاریخ باستان. سومین برنامه از سلسله گفتار رادیو دوستی با ایشان را آغاز می‌کنیم. ایشان همکنون روی خط هستند. درود به شما خانم دکتر. درود بر شما جناب ارجمندی و همینطور شنوندگان محترم رادیوی شما در هر گوشه دیدی که با ما هستند. بله، متشکرم از اینکه با تمام گرفتاریاتون باز هم دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. ممنون. خواهش میکنم. با استفاده اگه خاطرتون باشه خانم دکتر، هفته گذشته قرار شد که من به شما یادآوری کنم که این هفته در مورد زرتشت و مرام و وجود خدایان شما صحبت کنید. بله، من بله گفتم راجع به خدایان در دنیای کهن ما صحبت خواهیم کرد. البته زرتشت یکی از اولین پیامبران موجود هستش. ولی قبل از زرتشت ما خوب میترا رو داشتیم، یعنی میترا هم مثل بسیاری از پیامبران دیگه پسر خدا یا پسر خورشید، و میدونین این بسیاری از مسیحیان این رو اعتقاد دارن که خب مسیح پسر خدا بود، همینطور میترا پسر خدا بود، از مادری باکره به دنیا اومده بود، روز تولدش هم همون روز تولد مسیح یعنی 25 دسامبر هستش، و همینطور این برای کسای دیگه مثل کریشنا، آتیس، پسر خدا در یونان، میبینیم که اینا همه در این مسائل شبیه هستن. یه شباهت دیگه ای که میترا داشت با مسیح، که البته من الان نمیخوام راجع به تک تک دین ها صحبت بکنم، به طور کلی میخوام برگردم به خدایان، ولی کوتاه میگم که تمام اینها یه شباهت دیگه ای که داشتش این بود که در مرام میترا معبدان یا همون کشیش ها یا پریست ها مثل دنیای مسیحی بود، یعنی باید در روابط جنسی با کسی نباشن، و به خیلی شباهت زیادی ما میبینیم بین تمام اینها. اما همه اینها بدون استثناء از یک جا سرچشمه میگیرن و اون ستایش خورشید و ستارگان است که قبل از هر کدوم از این دین ها اومده، یعنی از اولین دین هایی که ما میشناسیم خورشید پرستی و همینطور ستارگان، و همین رو ما میبینیم منتقل کردن به تمام دین هایی که بعد از اون آمدن. و اینکه ستارگان اینقدر اهمیت داشتن و حائز اهمیت بودن بسیار مهم هستش و نقش اساسی داره در همون فرهنگ و اون تکامل تاریخی که در اون زمان بوده. من در برنامه گذشته گفتم که از آثاری که پیدا شده و نوشتارها و همینطور سنگ نقش هایی که روی سنگ ها بسته شده، ما به مراتب نقش خورشید و ستارگان رو در اون میتونیم ببینیم، و همینطور همه چیزهای دیگر و چیزهایی رو که ما امروز داریم ما میتونیم روی این سنگ ها پیدا کنیم، و اینا در تمام دنیا شبیه هستن. یعنی فکر نکنید فقط در ایران بوده یا در مصر یا خاورمیانه. به طور کلی در شما اگر به کشورهای آمریکای جنوبی برید و این آثار تاریخی اونها رو پیدا کنید در یک دوره زمانی که همون دوره زمانی رو که من میگم در ایران این اتفاق افتاده در اونجا هم بوده، یعنی اگر میگم 10,000 سال اونها هم 10,000 سال بوده، و همینطور در هند، چین و همه جای دنیا. بسیاری از دانشمندان معتقدند که تکامل در یک زمان به وجود اومد، یعنی یک چیزی نبود که به مرور زمان پیشرفت کرده باشه، یعنی به اون صورتی که ما بعد از رنسانس در قرار میگیریم که پیشرفتی بوده نسبی و کم کم اضافه شده، یعنی ما تکامل بیشتر شده. در اون زمان در اون دوران بسیاری از این دانشمندان تاریخ و باستانشناسی اعتقاد دارن که یک تمدن در یک با یک سرعت بسیار زیادی به وجود اومد و به تکامل رسید، و همونطور که در برنامه گذشته من گفتم ما میبینیم که آثار زیادی هست از مثلا
موشک در روی این سنگ ها، بشقاب پرنده ها و هواپیما و همه شکل‌هایی که ما امروز می‌شناسیم. اما این خداشناسی و همینطور خورشید و ستارگان، ما می‌دونیم که نجوم، ستاره شناسی و همینطور امروز حتی بسیاری از دانشمندان که من راجبش صحبت خواهم کردش در همین برنامه امروز، گفته شده که حتی فیزیک و ریاضیات هم خب بسیار عالی بودن و اینها همه دلیلش این بوده که خب میتونیم بگیم خورشید رو به خاطر این ستایش میکردن که از یک سو ما بگیم خب اون دوره، یعنی قبل از اینکه اینها تکامل رسیده باشن، یعنی در اون دوران اولیه بعد از شاید همون سیل بزرگ که همه چیز نابود شده بود و دوباره باید شروع میشد، بسیاری اعتقاد دارند که خب مردم شبها تاریک بود، سرد بود و حیوانات می آمدن بیرون برای غذا و برای همین مردم خورشید رو که گرم بود و نیروبخش بود و همینطور روشنایی و ترس از بین می رفت خدا می دونستن و تاریکی رو اهریمن. اما این به همین صورت وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم که تمام دین هایی که بعدن دنباله این نو ستایش آمدن، این نو پرستش خورشید و ستارگان مثل میترا و همینطور حتی زرتشت، اینها همه بسیار مهمه. شما ما عکس‌های زرتشت یا میترا یا هر کدوم از اینها رو که نگاه می‌کنید، مسیح، موسی، محمد یا امامای مسلمانان، شما می‌بینید که در بالای سر مثلا بودا و مسیح ما خورشید رو میبینیم یا میترا خورشید رو ما میبینیم، همینطور در مورد زرتشت و در مورد مثلا یهودیان شما هلال ماه رو میبینید و ستاره ساترن یا همون ستاره زحل ممکنه بگیم به فارسی، یا بله زحل باید باشه. ما همین رو در مورد اسلام میبینیم، مثلا اون هلال ماهی رو که ما میبینیم، البته بسیاری از دانشمندان میگن اون به خاطر رنگ سبزی که داره در واقع ماه نیست و ونوس هستش، کره ونوس، و اون ستاره هم ستاره به همون زحل هستش، یا خدای من اینو میگم اون ریتیو یادم میره به انگلیسیش یادم میره ستر ببخشید ستر همون زحل هستش. و اینها ما میبینیم پس اثرش رو گذاشته در تمام این آینه که بعد از اون اومده و دلیلش هم باید همین ستارگان باشن و ستاره برای همین هم ستاره شناسی انقدر در اون زمان، یعنی قبل از این دین ها، تکامل پیدا کرده بود. من در هفته گذشته راجع به آلبرت پایپ صحبت کردم و زرتشت که بسیار یک قسمت از کتابش رو داده به، یعنی نوشته یک بخش از کتابش در مورد زرتشت هست، در کتاب بسیار معروفی به اسم مورال و داگما، مورال و داگما، که راجع به زرتشت بسیار گفته و اون گفته که زرتشت تنها پیامبری بود که خردورزی رو به مردم آموخت و اون کسی بود که در واقع شبها گفته آلبرت پایک، من اون هفته این رو گفتم، البته جالبه که دوباره تکرارش بکنم، فکر میکنم اینجا لازم باشه که اینها از تمام دنیا آریایی ها جمع شدن و به گفته آلبرت پایک آریایی ها به خاطر رنگ پوستشون نبود، نژاد نبود، بلکه آریا یک مکتب بود و برای همین حتی کسانی که از کشورهای دیگه و به خصوص هند مهاجرت میکردن و می اومدن به ایران و در این معبدگاه ها جمع می شدن و به دور آتش و در اون عالم می تونیم بگیم خلصه شاید وارد می شدن و با خدای خود یا اهورامزدا شبها سخن می گفتن. و آلبرت پایک میگه این سخنورزی نه از روی این بود که اونها با کلام صحبت می کردن، بلکه اونها به درون خود می رفتن و با اهورامزدا رو در درون خود پیدا می کردن و هر چی می خواستن می پرسیدن برای تکامل و این رابطه مستقیمی داشتن با درون خود که همون خردورزی
و زرتشت که اهریمن رو هم میدونید که زرتشت میگفت همیشه جنگ هست بین اهریمن و اهورامزدا. و همونطور که من گفتم در آثاری هم که ما پیدا کردیم در همون نزدیکی کوههای آرارات نشون دهنده پناهگاهی برای زرتشتیان اون زمان که میگن بین 8 تا 10 هزار سال قدمت تاریخی داره. خب اینجا جنگ هایی پس بوده، یعنی جنگ هایی بوده که اینها داشتن و برای همین اونجا متعلق بوده به زرتشتیان که برای پناهگاه درست کرده بودن اونجا رو. و گفتم که اتاقهای زیادی داشت، به اندازه 20 هزار نفر جمعیت در اونجا میتونست جمع بشه و همینطور جایی رو داشت برای ستایش اهورامزدا. و ما نقش اهورامزدا یا همون فروهر که ما میشناسیم، ولی نقش اهورامزدا رو ما در اونجا میبینیم. و اینجاست که میتونیم بگیم که این اهورامزدا هم خیلی جالب هستش که من اگر یادتون باشه در برنامه های گذشته گفتم که بسیاری از خدایان در روی سنگ ها همونطور مثل اهورامزدا که نقش بستن، اینها نیمی انسان و نیمی به شکل حیوانات هستن. شما اهورامزدا رو میبینید بال داره و پاش مثل در واقع اون پایین یا پای ماهی شکل نقش بسته. و همینطور در دینهای دیگه هم همینطور هستش. ما همین رو در دین اوسیریان مصریان میبینیم. اونها هم که اعتقاد داشتن به اینکه، البته من زمانی که میریم در برنامه که من راجع به مصر خواهم داشت در مورد این بیشتر توضیح میدم، ولی امروز خیلی کوتاه راجع به این هم میگم. اونها هم دوباره میبینیم که میگن که اوسایرس که به اصطلاح اون خورشید رو میگن ازدواج کرد با خواهرش آیسیس و از اونجایی که برادری داشت به اون حسادت میکرد و اوسایرس رو کشت. البته میگم من توضیح کامل داستانش رو میگم، الان فقط خیلی سریع ازش رد میشم. و کشتش و آیسیس بعد از مدتها اون رو جنازش رو پیدا کرد در رودخونه در یک صندوق بود. و ببخشید این صندوقی رو این مهمانی برادرش درست کرد که این در واقع پادشاه یا خدای شمال، فکر کنم شمال غربی مصر بود و در اونجا پادشاهی میکرد. برادرش رو خواست و مهمانی داد، یک صندوقی رو در اونجا گذاشت و از همه مهمانان خواست که برن توی این صندوق بخوابن و به اندازه هیچ کس نبود. وقتی اوسایرس رفت در اونجا به اندازه اون بود، این هم در رو محکم بست و به رودخونه انداختن. و بعد از ماه‌ها جنازه اوسایرس به این صندوق پیدا شد و آیسیس به وسیله آیسیس و اون از خدایی که این پیدا، کسی رو پیدا کرد که اسمش من الان یادم به خاطرم نیست، در برنامه مصر خواهم گفت که این شخص رو پیدا کرد که به اون میگفتن خدای در واقع اینو چون چسبون به هم اوسایرس رو، ببخشید وقتی اوسایرس رو پیدا کردن بعد از مدتی دوباره مدت کوتاهی اینو اومدن قایم کردن، ولی اون برادر پیداش کرد و این بار اون رو به 14 قسمت کرد و هر قسمت از اون رو در گوشه از مصر گذاشت. و زمانی که و دوباره آیسیس اونها تکه ها رو پیدا کرد و این خدای چسبنده، یعنی برای هر چیزی خدایی میگفتن. من فهم میکنم مثل دانشمندان که ما امروز این دانشمندان اونا میگفتن خدایان. و این تکه ها رو به هم چسبون و مومیایی، اولین مومیایی در واقع میگن مومیایی اوسایرس بوده. و از اونجاست که حتی در اینجا گفته میشه که آیسیس وقتی که این جنازه رو مومیایی میکنن، اونجا از عشق شدیدی که داشته به اوسایرس، از اوسایرس باردار میشه و هورس پسر او، یعنی پسر خورشید، به دنیا میاد. پس میبینیم که دوباره این داستان ها چقدر شبیه هم هستن. همه از خورشید شروع میشه، پسرا خورشید و همینطور و هورس هم کسی بوده که بالاخره اون عموی خودش رو که پدرش رو کشته بوده نابود میکنه و پدرش رو در واقع که در اون زمان بوده که وقتی بعد از مرگ عموی خودش بعد از اون رو نابود میکنه، میگه خب پدر من اوسایرس حالا شد خدای مردگان یا خدای زیر زمین.
و این خدای مردگان در واقع از اوسایرس شروع میشه. ولی اینها رو که همه رو میگیم، اینها تمام میگم بنابر نقش ها و بنابر نوشته هاییست که پیدا شده از آثار باستانی. اما فلسفه های زیادی هم آمده بعد از این. من اینجا دو فلسفه رو از دو دانشمند تاریخ شناس برای شما راجبش صحبت میکنم که فکر میکنم براتون خیلی جالب باشه. یکی از اونها که هستش زکریا سیچین و کتاب‌های بسیار زیادی نوشته، مثل شروع زمان، سیاره 12 و جنگ‌های خدایان و انسان. اینها کتاب، البته 30 کتاب نوشته، ولی من حالا فقط 3 کتابش رو گفتم که اگه دوستان علاقه‌مند باشن بخوان اینها رو به دست بیارن بتونن پیدا بکنن. زکریا سیچینز که هم تاریخ شناس هستش و هم استاد دانشگاه در رشته تاریخ و فلسفه و هنوزم زنده است، یک هلندی بسیار معروف هستش. اون اعتقاد داره که 450,000 سال پیش موجوداتی بسیار تکامل پیدا کرده از کره دیگه به زمین آمدن و اینها تمدن رو به زمین آورد و اینطوری میگه که هر بعد از اون هم هر 3600 سال یک بار اینها ظهور کردن. جالب اینجاست که بدونید در حال حاضر یک همچین زمانی رسیده، یعنی شاید به زودی دوباره برگردن بنابر تاریخی رو که زکریا سیچین میگه. و میگه اینها اومدن تکامل رو عبوردن و اولین بار که اینها آمدن به کره زمین در اتفاقا منطقه خلیج فارس وارد شدن، به خاطر اینکه سیاره خودشون که سیاره 10 باشه در حال نابودی بود و اینها برای عوض کردن اتمسفر اونجا و برای اینکه جلوگیری کنن از نابودی آمدن به زمین که با خود طلا ببرن و اینها وارد منطقه خاورمیانه شدن در منطقه خلیج فارس، خلیج فارس ما. وقتی اینا اومدن اونجا طلا رو طلای پیدا نکردن و برای همین مهاجرت کردن به ناحیه‌ای در آفریقای جنوبی امروز و در اونجا طلای بسیاری رو با خودشون بردن. برای چی طلا رو می‌خواستن؟ برای چی منظوری؟ بله اینو قید کرده آقای دکتر زاکریا، قید کرده که این طلا رو برای چی می‌خواستن؟ بله بله بله، گفتم اینها با موقعی که اومده بودن به اینجا به خاطر اینکه کره خودشون در حال نابودی بوده و به دلایلی اینها نیاز به طلا داشتن برای عوض کردن اتمسفر اونجا که اونجا رو بتونن نگه دارن. دلیلش تا جایی که داده این هستش. البته یک مقدار مسائل فیزیکی رو هم گفتی که من اگرم بگم اینجا شاید دوستان متوجه نشن، ولی به خاطر عوض کردن اتمسفر اون کره خودشون بوده که به اسم کره دهم بوده، که خیلی جالبه بدونید که ستاره شناسان تا سال 1920 این کره رو نمیتونستن پیدا بکنن و بعدن که بعد از یعنی پیدا کردن دیدن این کره رو بهش میگن کره سوخته و مثل این که یک انفجار بزرگی در اونجا رخ داده بوده و این همونی بوده که تو میدونیم که ما یک خورشید رو میپرستیدن و ما تمام علائم رو داریم با 12 تا کره سیاره دورش که همون را میدونیم که ماها رو اسم گذاشتن و چیزهایی که میدونیم در اون زمان درست کردن، تقویم و تمام اینها بنا شده بر همون ستارگان و چرخش زمین بر دور خورشید و همین زندگی با این ستارگان.
و این کره رو پیدا نکردن و تا میگم تا سال 1920 زکریا سیچینز میگه اینا رفتن به اونجا و طلای زیاد رو پیدا کردن، رفتن برگشتن به کره خودشون، ولی دوباره بعد از مدتی برگشتن. این بار که برگشتن تعداد بیشتری از اونها اومد. دفعه اول حدود 50 نفر بودن، ولی بعد حدود 5000 نفر از اونها وارد کره زمین شدن. وقتی اینها اومدن این بار با خودشون تمدن آوردن، یعنی اولین بار اومدن که طلا ببرن. و اینها رو به شکل‌هایی میگه اینها انسان‌هایی بودن شبیه انسان ولی بسیار بلند قامت. و اینها رو ما رو سنگ‌ها دوباره می‌بینیم، این انسان‌های بسیار بلند و حتی انسان‌های زمین رو می‌بینیم در مقابلشون بسیار کوچک هستن. میگه وقتی اینها اومدن دوباره، یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد، اینها یکی مردان خدا، در واقع میگه مردان خدا، چون اینها رو مردم با خودشون تکامل آورده بودن به اینها میگفتن خدایان، و این خدایان در تمام کره زمین پخش شدن، یعنی در یک جا نبودن، در جاهای مختلف جمع شدن. و موقعی که اومدن اینها مردان خدا از زنان زمین خیلی خوششون اومد و در اینجا بود که تصمیم گرفتن که یک نوع انسان جدیدی رو که ما امروز باشیم بسازن. و اگر شما نگاه کنید بر دی ان ای انسان، خیلی جالبه بدونید که دی ان ای ما یک درست فیزیکدان ها اعتقاد دارن و کسانی که به علم ژنتیک رو میشناسن، کاملا مثل فرمول میمونه، یعنی مثل اینکه واقعا همچین، چون تمام کد هست و 22 کد هستش به جز دو کد جنسی که همون XX یا XY باشه، ولی 22 کد هستش و این گفته میشه که 11 کد از این 22 کد زمینی و 11 کد از موجودات جای دیگه، یعنی ما یک چیزی از این ساخته این دو. ولی اینجا اعتقاد داره که حتی دو تا یکی اون داستان آدم و حوا که به وجود اومده که ما در تمام دینای ابراهیمی میشناسیم و حتی در دینای قبلی هم هستش که میگن که از که میگن حوا زن زمین بود که این رفت اومدن این یه مقدار تعدادی از این زنها رو با خودشون بردن برای مدتی و اینها رو باردار کرد و بعد که اینها بعد ولی از اینها قول گرفتن که اینها اون علمی رو که اون چیزی رو که آموختن هرگز به انسانهای زمین ندن. ما وقتی میبینیم که روی زیر درخت رو میبینیم که آدم و حوا هستش و حوا سیبی رو در دست داره، سیب میدونیم که یکی از اون چیزهاییست که به عنوان علم هستش، knowledge، علم. و همینطور ما میبینیم ماری رو دور درخت. در اون زمان یکی از اون دوباره یکی از نشانها و اون کدهایی که داشتن راجع به علم همون مار هستش، مار و اژدها. اینها همه علائمی است برای علم و خرد. ولی از زنان زمین میخوان که اینها هرگز این چیزهایی رو که آموختن به مرد زمین ندن. وقتی اینها وارد زمین میشن به طرف مردهای خود کشیده میشن و این علم رو به اونها میدن و اونجا میشه که اینها یعنی این انسانهایی که از آخه من همطور که گفتم در برنامه قبلی اینا از آسمان که می اومدن می گفتن اینا از هبن، از بهشت آمدن. آسمان رو بهشت میگن در این کتاب، در این نوشتارشون. و برای همین این انسانهای زمین رو اینها ترک کردن و باهاشون در واقع دشمن شدن، به خصوص با زن. و از اونجاست که زن ستیزی شروع میشه در واقع به خاطر اون نفرتی که اینها پیدا کردن از زن که این علم رو اوورد و تحویل مردهای زمین داد. یه چیزی میون حرفتون یادتون نره، ببخشید، من یه جایی یک مثل طنزگونه بود داشتم میخوندم، چون مربوط میشه تقریبا، میگفتش که آدم داشت با خانم هوا یا حوا توپ بازی میکردن اونجا تو همون جایی که بودن،
بعد خانم هوا شوت کرد توپو، توپ رفت افتاد یک بلندی. آقای آدم با هزار زحمت و بدبختی بالاخره رفت که اون بالا اون توپو از اونجا بیاره. بعد دید وای چقدر توپ اینجاست. نویسنده میخواست بگه که بابا قبل از آدم و هوا خیلی آدم و هوای دیگه هم بودن که همینجا بازی میکردن، توپشون افتاده و نرفتن بردارن. منظور میگم که این داستانهایی که ما میشنویم مثل این اجدادهایی که یک چشم داشتن بعد شیشه عمر داشتن که احتمالا همون فضانوردان زمینی که اکسیژن دارن، احتمالا اونا یک ماده دیگه ای داشتن برای زنده موندن و شیشه عمرشون وقتی میشکست دود میشدن. یا اون اجدادها رو پدر بزرگ من میگفتش که همین تانک های امروزی بودن، تانک و این چیزایی که وقتی شلیک میکردن آتش از لولش میومده بیرون، بعد میگفتن که این اجدادها مثلا آتش اومد از دهنش بیرون 50 نفر مردن. این داستان ها واقعا یک ریشه داره خانم دکتر، درسته؟ 100%. ببینید تمام اینا، البته ببینید بسیاری از اینها داستانه، ولی خب ببینید داستان ها رو بنا بر اون چیزهایی که دیدن میتونن داستان رو بسازن. ببینید در روانشناسی ما این رو داریم، ما هیچ وقت نمیتونیم اون چیزی رو تصور بکنیم که ندیدیم. ببینید اگر مثلا 100 سال پیش میومدن میگفتن که من با شما مثلا روی کامپیوتر در 2 کشور مختلف میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، اصلا کسی نمیتونید این کامپیوتر رو مجسم بکنه که چه خواهد بود. زمانی ما میتونیم اینها رو بسازیم، این داستانها رو، که اینا یک جایی نقشی داشته باشه در اون دوری که ما هستیم، در اون جعبهی که ما زندگی میکنیم. همه انسان ها ما فقط حدوده خودمون رو میتونیم ببینیم و به اندازه که میتونیم ببینیم میتونیم تخیل داشته باشیم، میتونیم پرواز کنیم و دقیقا همین هستش. البته این صحبت های زکریا سیچین بنابر داستانی، این واقعا باور داره به این، میگه که چون تمام چیزهایی رو که پیدا کرده این همین داستان ها رو تعبیر کرده که میتونه بگه. چون این رو بگم که این یکی از مترجمین زبان سومری و سانسکریت هستش، در حال حاضر زنده است و 5 نفر از اینها در کره زمین امروز زندن و این یکیشونه. اینه که این نوشتارها رو این دنبال کرد، من میگم 30 کتاب راجع به همین اینها نوشته. این بنابر اون چیزهایی که روی این سنگ ها کدهایی که بوده و نوشتاری که پیدا کردن به اینجا رسیده که یک همچین اتفاقی افتاده. یعنی این بعد این داستان دین ها و مذاهب از اونجا ساخته شده. یعنی مثلا به جز من فکر میکنم حتی گفته میشه که زرتشت خودش خدای زرتشت یا همون اهورامزدا هم از انسان‌های زمین نبوده و این امکانش خیلی زیاده، برای اینکه ما میدونیم که خردورزی و تمدن در اون زمان خیلی سریع رشد کرد. و همینطور در مورد مصر ما همین اوسایریس رو وقتی دارم راجبش صحبت کردم، یا اوسیریان، مذهب اوسیریان که امروز هم یه تعدادی از اونها هنوز هستن که این مذهب رو دارن، دوباره ما میتونیم و ما اینا رو میبینیم دوباره، مثلا شکل هورس یعنی پسر آیسیس و همینطور اوسایریس، وقتی شما نگاه میکنید سرش سر حیوانه. دوباره این یک جایی داره نشون میده این بین انسان هست و یک موجود دیگه، مثل روباه من زیاد دیدم. بله. یا عقاب. بله بله معمولا همینطوره. پس وقتی اینو نشون میدن این یک جایی میخواد، و همونطور ما روی سنگ های دیگه وقتی ما زرتشت رو میبینیم بال داره، آیا اینو میگه که از آسمون اومده پرواز کرده اومده؟ خب چرا مثلا اهورامزدا چرا باید بال داشته باشه؟ یا چرا پاش باید مثل ماهی باشه؟ پس یک دلیلی داره که این کار رو کردن، که اینها رو ساختن. پس میگه که اینها اومدن و اون موقع بود و فرزندانی که بین زنان زمین و مردان خدا به دنیا اومدن اینا رو بهشون گفتن هایبرید یا نژاد برتر. این نژاد برتر به اعتقاد
زکریا سیچین. و اون زمان به اینها میگفتن آناناکی. شما در هر جای دنیا که برین آناناکی رو میبینید و آناناکی فرزندان خداوند بوده. یعنی همین انسان‌های برتر. انسان‌های برتر. بله. و در همین یکی از چیزهای دیگه هم که دوباره ما در مصر میبینیم که این سرهای کشیده دیدید حتما که خیلی از این فرعون ها، از فرعون آخناتون گرفته تا اتون و همینطور هورس یعنی پسر آیسس و اوسایرس اولین کسی بوده که با این نوع سر به دنیا آمده. و البته میگن که این فرزندان همین ها بودن و اینها باعث شدن که یعنی خود همین فرزندان این اولین کسی بود با این نوع سر اومد. ببخشید من اینجا کسی اومد روی خط تمرکزم از دست بدم. و اینجا بودش که این اولین کسی باعث اول بعد از طول مرور زمان اینها عوض شد، یعنی این سرا برگشت به صورت ماها شد دیگه، همین معمولی شد. و کسی دیگه ای را هم هستش که راجع به این مسائل بسیار کتاب نوشته که من فوق العاده کارش رو دوست دارم. این هستش دکتر جوزف فرل. ایشون کتاب های زیادی نوشته راجع به جنگ های فضایی، خدایان برتر، شبکه خدایان و بانکداران بابل. این راجب تمام حرفای سیچینز رو قبول داره. اون فقط در یک جا میگه که نه 450 هزار سال پیش نبوده، این اتفاق 250 هزار سال پیش افتاده، یعنی یه مقدار سال رو برده این طرف ده. ولی در مورد تمام مسائل دیگه تا جایی که من خوندم بسیار شبیه. و جای دیگه که ایشون یکی در مورد جنگ های فضایی زیاد نوشته و جنگ های فضایی رو که میگه که بین این موجودات کرات دیگه و انسان های روی زمین چندین جنگ بزرگ اتفاق افتاده که ما اگر یادتون باشه راجع به جنگ های اتمی گفتیم. این به نظر میاد که این جنگی بوده بین این انسان های زمین و این موجوداتی که از جای دیگه اومد بود. و همینطور این جوزف فرل چیز دیگه رو که باز میکنه راجع به این بوده که این سیستم بانکی که ما امروز میشناسیم در دنیا از بابل شروع شد. اینو میدونستین؟ نه خیلی. بله. و بسیار جالبه و میگه که زمانی که من فکر میکنم رئیس جمهور آیزنهاور بوده، آیزنهاور میگه که عده‌ای از پژوهشگران رو جمع میکنه و راجع به این مسئله که چرا اقتصاد مرتب در بحران هستش و همین بالا رفتن اقتصاد پایین اومدن، این رو میخواد دلیلش رو بفهمه. و این اقتصاددانان بعد از اینکه میرن همه نوع چیزی رو دنبالش میگیرن، یعنی دنبال دلیل این میگردن، به یک نتیجه میرسن که بهش میگن ایکو فیزیکس. و جالب اینجاست که سیستم بانکی و بعد میبینن که این سیستم بانکی بوده که در بابل در اون زمان اجرا میشده. یعنی چی؟ یعنی این ایکوفیزیک چیزی بوده که ببینید این چرخش زمین به دور خورشید و این ستارگان اثر مستقیم دارن بر هر اتفاقی که روی کره زمین میفته و همینطور روی اقتصاد. یعنی مثل سایکل هستش که مرتب در حرکت. اگر بدونید مثلا وقتی که میگن آدم ها بعضی از اخلاقشون عوض میشه وقتی که ماه پره، یعنی تمام ماه پر. من در فارسیم زیاد خوب نیسته. نه من خودم واقعا خانم دکتر باور کنید، یعنی بعضی شبا که ماه کامل میشه
من تا صبح خوابم نمیبره و هیچ دلیلی رم نمیتونم پیدا کنم. خیلی هم خوابم میاد، خیلی هم معمولی هم، هیچ هم ناراحتی جسمی روحی هیچی ندارم، ولی باور میکنین تا صبح خوابم نمیبره؟ بعد با یک دو نفرم که صحبت میکنم اونا هم میگن که نمیدونم، منم دیشب تا صبح نخوابیدم. درسته واقعا؟ اصلا میذار شما نگاه کنین، اصلا همه چیز. و خیلی جالبه این شخص میگه که همه چیز در روی زمین و روی این سرکل میچرخه، فصل ها هستش، حتی مذرم میخوام عادت ماهانه زن ها، اینا همش با سرکل هستش. و همینطور اقتصاد و مثلا 365 روز، ساعت، همه اینها بر وفق این حرکت ما در حرکت هست. و برای همین زمانی که این بحران ها هم ربط مستقیم داره به شرایط ستارگان و در چه جهتی قرار گرفتن. ولی فقط میخواستم ببخشید، فقط میخواستم یادآوری کنم که ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم و دلم میخواست یک نتیجه گیری بکنین از این بحثی که فرمودین، که بعدن هفته آینده بپردازیم به ادامه این بحث. بله، چون من فکر میکنم ما یک برنامه دیگه لازم داریم راجع به همین مذاهب و دنبال من فکر برای اینکه میتونیم پایان پیدا کنیم. بله چشم، حتما. این پس ایکوفیزیک چیزی بودش که اینها پیدا کردن در زمان بابلیان و این برمیگرده به 5 قرن، حداقل 5 تا 6 قرن قبل از میلاد مسیح. من به طور کلی اینطوری میتونم اینو جمع ببندم که از تمام این چیزهایی که من گفتم، تمام این مذاهبی که به وجود اومده، در واقع اون چیزی بوده که ما 10,000 سال پیش هم داشتیم. یعنی تمام مذاهب گرفته شده هست از همون ستایش خورشید و ستارگان. در یک جای دیگه من این رو اضافه بکنم که آلبرت پایک خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه که زرتشت رو خردورز، اعتقاد داره که زرتشت اولین کسی نبود که با این مرام خردورزی اومد، و بلکه این دین قدیمی تر بود. زرتشت بهترین معلم بود، اون اینطوری میگه بهترین معلم بود برای این روش. البته اون خودش آلبرت پایک میگه بین زرتشت بین 4 تا 7,000 سال پیش بوده. میگه این دین از زرتشت نبوده، میگه اون معلم خوبی بوده. بله، میگه این بهترین معلمی بود که خردورزی رو آموخت و خردورزی اهورامزدا رو به مردم داد. ولی بعد از اون دین هایی که آمدند، اونها هم به این هدف آمدند، البته این بجز دین اسلامه، چون دین اسلام من وقتی رسیدیم حتما توضیح میدم راجبش. ولی به این اعتقاد هستش که دین های دیگه آمدند و خواستن این کار رو بکنن، ولی به گمراه رفتن. و دلیلش هم این بود که زرتشت خردورزی رو از خود انسان با درونش میگفت، و این دین ها اومدن و این واسطه هایی که در وسط قرار گرفتن، مثل کشیش ها، آخوندا، همه اینها، اینها باعث شدن که دین رو، هم اون مرام رو نابود کردن و دروغ ها. و ما میدونیم که مثلا دین یهودی، مسیحی و اسلام، دین های ابراهیمی، اصولا به نوعی که ما امروز میشناسیم، من نمیگم نبودن، البته اسلام که 100% ساخته رومی ها بود، ولی اون نوع دین مسیحی که ما میشناسیم، اون دین یهودی که ما میشناسیم امروز، دوباره ساخته و پرداخته کسی نبود به جز امپراتوری روم. و در برنامه های آینده من حتی به توضیح خواهم داد که این کابالا رو که حتما شنیدید که یهودیان به خودشون چسبوندن، تاریخش اصلا ربط به یهودی ها، دین یهودی نداره، بلکه اون هم از بابل شروع شده. و از اینکه چگونه به وجود اومد، من حتما در موردش یک برنامه راجع به این دین خواهم گذاشت که راجع بهشون صحبت کنم. ممکن هفته آینده اگر بخواید دنباله اینها رو بگیریم و راجع به اونها هم صحبت بکنیم. بسیاری از چیزها هم هستش، مدارک هست که بتونه ثابت بکنه که مثلا دی ان ای انسان
و هماهنگی دی ان ای مثلا با زبان عبری. خیلی براتون چون میتونید اولین زبان آلفابت با الفابت بی که ما میشناسیم زبان عبری هستش و اینم اینجا فقط اضافه کنم که زبان عبری هم مثل دی ان ای انسان ببینیم که با سه حرف و یک دونه فاصله بینشون از یک حرف دیگه معنی میسازه و دی ان ای هم درست همینجور کدبندی شده و همین به هم اونم 22 حرفه و اونم 22 تا دی ان ای هست به جز هم که گفتم دی ان ای سکس یعنی همون پسر یا دختر بودن. بله و در اصل منظور شما و تمام دانشمندایی که نام بردین این بود که انسان خدا را آفرید. این انسانه که خودش خدا را آفریده و تا الان به این صورت عرضه شده دیگه. بله دانشمندان امروز میگن اصلا ما یه ژنی داریم به اسم ژن بهش گفتن میگن ژن خدا. انسان همیشه نیاز داشته به این که خدایی داشته باشه و در البته این رو بگم که در فیزیک کوانتوم که اونم حالا بهش میرسیم چون اینا خیلی برمیگرده، امروز فیزیک کوانتوم تنها یعنی فیزیک سنتی نه ولی فیزیک کوانتوم کاملا درک میکنه این صحبت هایی رو که امروز من از جوزف فرر و همینطور زکریا سیچینز گفتم و تاریخ رو و این بله به اعتقاد فیزیک کوانتوم امروز این هستش که انسان در واقع همون کانشسنس هستش، سول، روح، و اون روح خودش قسمتی است از خدا و این کهکشان و دنیایی که ما زندگی میکنیم. یعنی همه ما با هم خدا رو میسازیم و در واقع اون انرژی همه چیز انرژی است به گفته اینشتین، اون خدا هم انرژی. که من یه داستان خیلی جالبی دارم راجع به این مسئله که حتما راجبش در برنامه‌های آینده با تو صحبت میکنم راجع به سخن اینشتین و این انرژی و خدا. پس نمیدونم خاطرتون میمونه با این همه گرفتاری که شما دارین و این همه گفتگوها که با رادیوهای مختلف تلویزیونهای مختلف میکنین خیلی کار مشکلی خواهد بود که در خاطرتون بمونه. شاید هم در خاطرتون بمونه ولی میدونم چقدر کار مشکلی. به من یک کلمهی بگین که من اونو برای شما یادآوری کنم هفته آینده که اصلا کلن بدونیم تا کجا اومدیم و شما ادامهشو میخوان راجب چه مطلبی گفتگو کنیم. بله من هفته آینده اگر اجازه بدید دنباله این خدایان و دینهایی رو که این دین به خصوص دینهای ابراهیمی رو یک توضیحی راجبشون بدم و حتما این سوالم از من بکنید راجب اینشتین و این جریان خدا. این فکر میکنم جالب باشه که براتون بگم. اگر اجازه بدید راجب دین و خدایان دوباره راجبش صحبت کنم. و من چقدر خوشحالم و باور کنید سه نامه داشتیم از شنوندگانی که در ایران هستن از من خواسته بودن که خیلی خیلی از شما تشکر کنم. خیلی دوست دارن این گونه بحثا رو و می گفتن که ما منتظریم که ببینیم خانم دکتر تا کجاها ما رو میبره. براشون بسیار جالب بوده تا حالا. ما باید خودمون رو بشناسیم. من برای همین از بسیاری از تلویزیون ها و رسانه ها ناراحتم که چرا تاریخ ما رو فقط تا زمان کوروش میدونن و راجبش بیشتر صحبت نمی کنن. تاریخ بشریت رو واقعا نمیان دنبالش رو بگیرن و این دردناکه. میدونم کسانی هستن که میدونن ولی خب در این تلویزیون ها و رسانه ها جا ندارن. من از شما سپاسگزارم که این کار رو میکنید، این خدمتی برای جوانان میکنم. من در اصل باید از شما خیلی خیلی سپاسگزار باشم. گفتم خانم دکتر باور کنید حالا این سه شنونده که از ایران نامه نوشتن برای ما، شما ببینید که چند ده یا چند صد نفر دیگه این برنامه رو گوش میکنن و میرن تو فکر، واقعا میرن تو فکر، ولی این دفعه با چیزای روشنگرانی که شما میگین بهتر درک میکنن که چرا به دنیا اومدن، چرا میمیرن
و واقعا اون دنیا هم براشون سوالیه دیگه، واقعا وجود داره اون دنیا؟ که حتما شما به این مسائل خواهید پرداخت و چقدر قشنگ. بله، من در فکر میکنم در پایان صحبت هم راجع به این دین هایی که صحبت کردیم برسیم به اون جایی که امروز علم امروز و همونطور فیزیک کوانتوم راجع به روح و اینکه روح باقی میمونه یا نه از نظر علمی حتما بازش کنه. بسیار خوشحال میشه. انرژی هرگز از بین نمیره، درسته خانم دکتر؟ دقیقا، انرژی هرگز از بین نمیره. اگر روح رو ما همون انرژی که شما هم فرمودین و انیشتن هم اعتقادش به همین هست، خب این از بین نخواهد رفت. نه، ببینید در پیام زرتشت میگه که دارنیک گفتارنیک پندارنیک. امروز فیزیک کوانتوم هم همین رو میگه و من این رو باید حتما راجبش باتون صحبت کنم و ببینیم که زرتشت اون چیزی رو که فیزیک کوانتوم امروز میگه، یعنی اون چیزی رو که ما فکر میکنیم و یا راجبش صحبت میکنیم یا اون حرکتی که همش انرژیه و تمام اونها اثرگذار هست در اون در زندگی خودمون و حتی در کره زمین و بین مردم. پس وقتی که زرتشت اینو میگفت واقف به این امر که یک، همه ما یکی هستیم، که امروز فیزیک کوانتوم هم همینجا میگه و همینطور هر چی فکر میکنیم و هر عملی رو که میکنیم اثرگذار هست در همه چی و در طبیعت. بله خانم دکتر، خیلی متشکرم، واقعا سپاسگزارم از شما. براتون آرزوی موفقیت و تندرستی میکنم. ممنونم، سپاسگزارم و تا برنامه آینده. سلسله گفتار ما با خانم دکتر شهلا ممتاز در هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.